سلام و عرض ادب خدمت همراهان سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. محمد بهرامی هستم، کارشناس ارشد امور مهاجرتی. قصد داریم تا در این ویدیو شرایط حضور والدین در کشور استرالیا رو با هم بررسی کنیم. در ابتدا می‌خواستم این نکته رو خدمتتون عرض کنم که چه در پروسه مهاجرت به کشور استرالیا و متقاضی مهاجرتی هستید و یا چه اقامت دائم و شهروندی کشور استرالیا را اخذ کردید، استرالیا امکان حضور والدین را در خاک این کشور در کنار شما به شما خواهد داد. پس هیچ نگرانی نسبت به این امر که تو چه شرایطی هستید نداشته باشید. و اما دوستانی که اقامت دائم و شهروندی استرالیا رو هم دارن، از طریق 7 سابکلاس ویزا والدینشون میتونن از طریق ویزاهای اقامت دائم یا اقامت موقت در استرالیا در کنارشون حضور داشته باشن. پس دوستان عزیز این اطمینان خاطر رو داشته باشن، چه در مسیر مهاجرت به استرالیا و متقاضی مهاجرتی هستند و چه اقامت دائم و شهروندی این کشور رو دارن، اطمینان داشته باشن که استرالیا امکانات حضور والدینشون رو در خاک این کشور فراهم کرده و بدون دغدغه میتونید این مسیر رو برای حضور والدینتون در کنار خودتون دنبال بکنید. و اما ویزاهایی که اجازه اقامت دائم یا موقت در خاک استرالیا رو به والدین میدن، بعضی وقتها شروطی رو مد نظر دارن. یکی از این شروط اصطلاح بالانس آف فامیلی تسته. اگر بخوام به طور خلاصه این شرط رو خدمتتون توضیح بدم، اینه که متقاضی مهاجرت از این طریق باید بیش از نیمی از فرزندانش اقامت دائم کشور استرالیا رو داشته باشه. پس اگر اکثریت فرزندان متقاضی که میخواد برای ویزاهای اقامت دائم و اقامت موقت کشور استرالیا از طریق ویزای والدین اقدام بکنه، اقامت دائم کشور استرالیا رو داشته باشه، ویزاهایی که این شرط رو دارند رو میتونه دریافت بکنه و در خاک استرالیا حضور داشته باشه. به فرض مثال اگر والدینی یک فرزند دارن و اون فرزند اقامت دائم استرالیا رو داره، طبیعتاً برای اون نوع مشخص ویزاها واجد شرایط هستند. حال اگر خانواده دو فرزند داشته باشه، یکی از این فرزندان هم اقامت دائم استرالیا رو داشته باشه، والدینش میتونن واجد شرایط برای مهاجرت از طریق ویزاهایی که این شرط رو دارن باشن. و اما برای والدینی که سه فرزند دارن، اگر حداقل دو نفر از فرزندانشون اقامت دائم و شهروندی استرالیا رو داشته باشن، برای ویزاهایی که شرط بالانس آف فامیلی تست رو دارن واجد شرایط خواهند بود. اما ذکر این نکته های اهمیته. در مورد فرزندانی که واجد شرایط برای نگهداری والدین هستند، نظم این جدول میتونه تغییراتی رو داشته باشه. برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا به طور ویژه شرایط شما رو بررسی کنن. و اما یکی دیگر از شروطی که بعضی ویزاهای والدین بهش نیاز دارن، شرط پنشن ایج هستش. این شرط به این معنی است که برای ویزاهای مد نظر، والدین در زمان اقدام باید سن کافی برای دریافت این ویزاها رو داشته باشن. در جدولی که مشاهده میکنید این سن به طور کامل بهش اشاره شده و نکته حائز اهمیتش اینه که زمانی که والدین شما برای دریافت ویزاهایی که این شرط رو نیاز دارن میخوان اقدام بکنن، باید 66 سال و 6 ماه رو داشته باشن. و اما بررسی ویزاهای اقامت دائم و اقامت موقت برای حضور والدین در خاک کشور استرالیا. دو دسته ویزا داریم. ویزاهایی که اجازه اقامت موقت رو میدن که به طور نرمال از 2 تا 5 سال والدینتون اجازه خواهند داشت که در کشور استرالیا و در کنار شما حضور داشته باشن. و ویزاهای اقامت دائم. یه سری از این ویزاها ویزاهای کم هزینه تری هستند که مد نظر داشته باشید صف انتظار طولانی تری رو دارن. ویزاهایی هم هستند که هزینه دریافتشون 45 تا 48 هزار دلاره و طبیعتاً تو مدت زمان نرمال و منطقی والدین شما میتونن با اقامت دائم از بعد به ورود در خاک استرالیا در کنارتون حضور داشته باشن. ویزای 804، ویزایی که اقامت دائم از بدو ورود رو به دارنده خودش اعطا میکنه و هزینه دریافت اون برای متقاضی اصلی 6490 دلار استرالیا است. متقاضی برای دریافت این ویزا در زمان اقدام باید شرط سن کافی رو داشته باشه و همچنین قبلا برای ویزای 870 اقدام نکرده باشه. ویزای 884، ویزایی که یک اقامت موقت 2 ساله رو به دارنده خودش میده و والدین باید بیش از نیمی از فرزندانشون برای دریافت این ویزا اقامت دائم یا شهروندی استرالیا رو داشته باشن.
متقاضی برای دریافت این ویزا در زمان اقدام باید شرط سن کافی رو داشته باشه و بعداً از طریق ویزای 864 میتونه درخواست دریافت اقامت دائم خودش رو به دولت استرالیا ارائه بده. هزینه دریافت این ویزای موقت 2 ساله برای نفر اصلی معادل 33,355 دلار استرالیا است و متقاضی در زمان اقدام نباید در مرحله لاجمنت ویزای دیگری باشه. ویزای 864، ویزایی که والدین از بعد به ورود با اقامت دائم در خاک استرالیا حضور خواهند داشت و هزینه دریافت اون برای متقاضی اصلی پرونده معادل 47,825 دلار استرالیا است. و اما شروط این ویزا، بیش از نیمی از فرزندان متقاضی باید اقامت دائم و یا شهروندی کشور استرالیا را داشته باشند و همچنین خود متقاضی در زمان اقدام شرط سن کافی را داشته باشد. همچنین متقاضی برای دریافت این ویزا قبلا نباید برای ویزای 870 اقدام کرده باشه و همچنین فرزند و یا فرزندان متقاضی باید اثبات بکنن که توانایی ساپورت مالی والدین خودشون رو در خاک استرالیا خواهند داشت. ویزای 173، ویزایی که یک اقامت موقت 2 ساله رو شامل میشه و هزینه دریافت اون برای متقاضی اصلی پرونده معادل 31,980 دلار استرالیا است. متقاضی برای دریافت این ویزا نباید قبلا برای ویزای 870 اقدام کرده باشه و همچنین بیش از نیمی از فرزندانش باید اقامت دائم و یا شهروندی کشور استرالیا رو دارا باشد. و اما ویزای پرطرفدار 143، ویزایی که اقامت دائم از بد به ورود رو به دارنده خودش اعطا میکنه و نکته حائز اهمیت این ویزا اینه که صف انتظار اون به نسبت سایر ویزاهایی که اقامت دائم از بد به ورود رو میدن بسیار معقول و منطقی تره. در حال حاضر مدت زمان انتظار برای دریافت این ویزا 5 ساله و میتونید این امید رو داشته باشید که ظرف 5 سال با دریافت این ویزا که اقامت دائم از بعد به ورود رو به والدین شما اعطا میکنه، پدر و مادر خودتون رو در خاک استرالیا در کنار خودتون داشته باشید. هزینه صدور این ویزا برای متقاضی اصلی پرونده معادل 47,825 دلار استرالیا است و بیش از نیمی از فرزندان متقاضی باید اقامت دائم و یا شهروندی استرالیا رو داشته باشند. و اما اگر والدین شرط بالانس آف فامیلی تست رو نداشته باشند، با داشتن یکی از این شروط میتونن اقدامات دریافت ویزای 143 خودشون رو دنبال بکنن. ویزای 173 کشور استرالیا رو داشته باشن تا بتونن با تبدیل اون به ویزای 143 اقامت دائم استرالیا رو دریافت بکنن و یا شرایط بازنشستگی کشور استرالیا رو دارا باشن. ویزای 153، ویزایی که اقامت دائم از بد به ورود رو به دارنده خودش اعطا میکنه و هزینه دریافت اون برای متقاضی اصلی معادل 6490 دلار استرالیا است. طبیعتاً این ویزا جز ویزاهایی که صف انتظار بسیار بسیار طولانی رو داره و متقاضی برای دریافت این ویزا نباید قبلا برای ویزای 870 اقدام کرده باشه. همچنین متقاضی اگر بتونه اثبات بکنه که شرط بازنشستگی استرالیا رو داره، از بعضی از شروط این ویزا معاف خواهد بود. ویزای 870، ویزایی که اجازه اقامت موقت از 3 تا 5 سال رو به والدین در خاک استرالیا اعطا میکنه و همچنین میتونید با درخواست تمدید اون به مدت 6 تا 10 سال والدینتون رو در استرالیا در کنار خودتون داشته باشید. متقاضی با داشتن این ویزا اجازه کار در خاک استرالیا رو نخواهد داشت و قبل از دریافت اون باید برای دریافت پوشش بیمه مناسب اقدامات لازم رو انجام بده. هزینه دریافت این ویزا برای متقاضی اصلی پرونده برای ویزای 3 ساله 5090 دلار استرالیا و برای ویزای 10 ساله معادل 10180 دلار استرالیا خواهد بود. در این ویدیو سعی کردیم که زمینه حضور والدین چه برای متقاضیان مهاجرت به استرالیا و چه برای دوستانی که اقامت دائم و یا شهروندی استرالیا رو دارن بررسی بکنیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتونید از وبسایت ما بازدید و عمل بیارید که در اون اطلاعات کاملی در این مورد براتون ثبت شده. در انتهای این ویدیو تاکید میکنم که از هر طریقی متقاضی مهاجرت به استرالیا هستید، این اطمینان خاطر رو داشته باشید که والدین شما شرط حضور در خاک استرالیا رو در کنار شما خواهند داشت. سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت با بیش از 15 سال سابقه مستمر در امور مهاجرتی در کنار شماست تا این امر رو برای شما و خانواده‌های محترمتون محقق کنه.